پس راه قدس از کربلا میگذرد، اگر شما میخوایی معرفی از اسلام تو اروپا داشته باشی که اسلام رو میخواستن داعشی ها چجوری خشن نشون داد بدن و جرات بدن به مسیحی ها که مسلمان ها رو بکشن و الی آخر، اگر صهیونیست ها میخواستن به واسطه اون اسلام داعشی که معرفی کردن به خودشون حق بدن که فلسطینی ها رو بکشن، شما بیاد با حسین علیه السلام که نه به اصطلاح کسی رو سر بریده باشی که خودش سر جداست، با او بیا اسلام رو به جهان معرفی کن. یه اسلام پر از مهربانی و عزتمندی راه قدس از کربلا میگذرد، یعنی شما باید کربلا رو جهانی بکنی. با اربعین داریم این کار رو میکنیم الان. تمام اینهایی که دارن قدم برمیدارن، اینها آزاد کنندگان قدس هم، چه بخوان چه نخوان، چه اراده کرده باشن چه نکرده باشن، در دالان انرژی حسینی قرار گرفتن. اینا همه نیروهای مقاومت هم. ما اگر بخوایم قدس رو آزاد کنیم، باید شیشه عمر استکبار جهانی رو بشکنیم. صهیونیسم شیشه عمر استکبار جهانیه. فقط رژیم اشغالگر قدس نیست، رژیم اشغالگر قدس مسئله رو کوچیک میکنه. رژیم اشغالگر قدس، جریان صهیونیسم بین الملل، شیشه عمرش اینجاست. شما بتونی رو بشکنی، یک تمدن فرو ریخته. اگر میگیم قدس، یعنی نجات دادن جهان از استکبار جهان، چون صهیونیستا اینجا لونه خاصی پیدا کردن و الا صهیونیسم بین الملل بقایش رو در نظام سرمایه‌داری ظالم صفتانه که در جهان طراحی کردن میدونه. یعنی اینا رو شما اینجا بزنید، آنن دیدید که بعضی از صهیونیست ها ساکش رو میبنده میره. امکانات بیشتری تو آمریکا و اروپا داره، بعضی هاشون، البته نه همشون. ما میخواییم اونو بزنیم. یعنی شیشه عمر وقتی زده بشه، باید اروپا و آمریکا و مردم جهان از این نظام سلطه نجات پیدا کنن.